اگر ما غول می بودیم امرای ما جهان سودا نمی کرد، داد و گرفت نمی داشت. بیادر میگین که 300 سال اخیر امی پشتون سر قدرت شیشته، قبول میکنیم ما شیشته بودیم. فکر کو بیادر، امی 300 سال پیش خودت کی بودی؟ کی داشتی؟ بابا مزاری خو پیش 35 سال 37 سالش میشه که وجود پیدا کرد. از او کده پیش در دوره امان الله خان یک رهبری داشتی، پیش از او شما کی داشتین؟ بیادر تاجیک شما کی داشتین 300 سال پیش؟ در حالی که ما صد دفعه گفتیم که این جنگ جنگ ما نبود، نه از پشتون بود، نه از هزاره بود، نه از تاجیک بود، این جنگ سر ما تحمیل شد. امی هر کس که آمد یکی به اصطلاح بخش این جنگ اگر شد، اونو مربوط یک وابسته یک گروهی بود، یک استخباراتی از منطقه و جهان بود. ما چیز زدیم ولی آیا سوال کردین؟ من می سوال دقیق نفهمیم، چرا تحمیل شد و چرا امروز مثالش پشتونه که میگه من 300 سال در قدرت بودم و همیشه تنه را بر من میزنه؟ من سوال میکنم، خب وطندار پشتون تنه نمیزنم علی جان، اجازه بسیم خیر سوالم طرح بکنم. 300 سال در قدرت بودی، خانه تاوات خدا نیک و مبارک بکنم، ما قبول دارم، ما میره در کنار استاد شدم، بله میگم قبولت کردم که تو در 300 سال در قدرت بودی، ولی دستاورد چیست؟ 15 میلیون مهاجر داریم، بیشتر از 90 درصد مردم ما در فقر میاله له میزنن، چقدر زن و مرد هموطن ما تو از تمام تبارها در مرزهای اسپین بولدک، تورخم، مرزهای سیستان، بلوچستان میال در حال فرار و بدبختی کشته میشه، از سالش نابود میشه، چقدرش در دریای مدیترانه، چقدر در مرز ایران و ترکیه و چقدر در حال فرار از در حال پاسپورت گرفتن است که یک کوچکترین مفرزه فرار ایجاد شده برش بکشن جانه. مشکل در کجاست علی جان؟ اینجا پویا صاحب و دیگه دوستانم است. مشکل در اینجاست، اگر ما دیدم که یکی از هموطن هزاره ما صاحب و دیگه دوستانم است. مشکل در اینجاست، اگر ما دیدم که یکی از هموطن هزاره ما زیر ظلم و ستم است، ما گفتم که به ما چی؟ ما خونه استم، پشتون نیست، هزاره است. آقای زازای من میره بگم، مگر خودت اوغان غل گفتیم؟ آیا خودت ازاری مشخور نگفتی مرا؟ اگر شخصی از من میپرسین اگر... نه خودت، نه شخصا، اجازه بده من این را از زبان پشتون توارهای زیاد شنیدم، ازاری قلفک چپا شنیدیم، ازاری جوالی شنیدیم، تنه و توین، ازاری مشخور شنیدیم. در کدام تاریخ یک پشتون بلند شده بگه، دیده باشه یک تاجک بلند بگه ازار یک دانه موش در یک جای خوردن؟ گفتین دیگه، توی وطن دارم برای ما گفتی، من خب بیگانه برای ما نگفت، آمریکایی و اروپایی خو نگفت، بس این دو طرفه بوده، تنه ها توهین ها همیشه دو طرفه بوده و تو از ناحیه قدرتت بیشتر انجام دادی، من از ناحیه که در قدرت نبودم کمتر انجام دادم، مسئولیت بیشتر به دوش تو برمیگرده نه به دوش من. بفرمایید. خب ما کوشش میکنم که به دیگه دوستان بحث بر وقت برسه و ما هم تازه از کار اومدیم. آرزو دارم یک چای بانی حداقل یک دو ساعت امروز خوبم تو خب میتونیم پس از اینکه ما امامو چیزا رو خلاص کنیم پس در خدمتتون حاضر میشم، ولی اصل موضوع در کجاست علی جان؟ اگر ما بخوایم اگر به این فکر باشیم که ما کشورهای جداگانه در یک کشور داشته باشیم، در افغانستان مثلا امی واژه های به اصطلاح خودتان هزارستان و خراسان در زیر بحث هستن، یار اول خب من فکر میکنم که ناممکن است، ولی اگر کسی ناممکن میکنه ای به چند صد سال، به چند صد اگر نباشه حداقل به یک صد سال. اجازه بدید امیر، آیا کدام پشتون تبار نشستن سوال کردن که چرا امروز یک هزاره بلند میشه میگه من مجبور به مزارستان بسازم، یک تاجک میگه من باید خراسان بسازم، یک ازبک میگه من ترکستان بسازم؟ مثالش امیر سوال کردن چرا؟ بله چرا نه، 100 درصد میبینید کار شده، ما فهمیدیم از خاطر که هموطن هزاره ما در وطن خوش نیست، هموطن تاجک ما در وطن خوش نیست، ولی نه در وطن چرا خوش نیست؟ نه خوش است، ناامن است، امن برش وجود نداره. یک اشاره بکنم اینجا، مثالش حداقل 100 سال ما تو جغرافی مشترک داریم، بومی بودن خب ایرم نمیرن در تاریخ زیاد که پشتون بگم من بومی تاجک و ازبک فرق داره با مرا، حداقل 100 سال اخیر تاجک هم دمی کشور جای بوده، مسکن داشته، ازبک هم، هزاره هم، پشتون هم. امیگه به خودت هم میزنم ولی جان، خودت امنیت احساس نمی کنه، امنیت اقتصادی، امنیت تعلیمی، امنیت از هر نگاه امنیت، ولی بیادر اونو ضربه هایی که از او اطراف ما متحمل میشم، ما قرار ششتیم هیچ چیزام نمیگیم،
این چیزا هم نمیگیم. در 20 سال آخر جمهوریت میفهمی که سر ما چی جریان داشت؟ علی جان برو در گوگل یک کمی من حیث یک انسان برو، من حیث مسلمان و افغان نبرو، من حیث یک انسان برو. یک نفر پار سال از زندان کیوبا آزاد شد که 23 سال در زندان کیوبا تیر کرده بود، 23 سال و زندان کیوبا را هم باز ببین که چه قسم یک زندان است. 23 سال تیر کرده بود، بعد از 23 سال امریکا گفت که ما در حق مردم انسان هیچ چیز پیدا نکردیم، هیچ مجرم نبود. فکر کو 23 سال او در زندان تیر کرد، در خانه شک بیادر ششته، یک بچه ششته، یک برادرزادی ششته، او باید چی کنه؟ و او نفر به نام اسد کوهستانی، یک نفر که در هلمند قماندان قلی وردی بود، به دست امریکایی ها داده بود. این یک چیزی است که در گوگل است و از طرف نیویورک تایمز شیر شده، از من نیست، از نیویورک تایمز شیر شده. خب یادر اسد کوهستانی هموطن ما که یک پدر هلمندی را به دستش میته و اون نفر میره مثلا 23 سال در زندان تیر میکنه، او در خانه یک بچه داره، او یک برادر داره، اونو یک برادرزاده داره. وقتی که او 23 سال اونجا تیر میکنه، امی فامیل این نفر در کجا خود ببینه؟ چی فکر میکنی و چی کنه؟ امیر من میگم آقای زازای امی مشکل مثالش بیم از راحت به اینون یک پشتون تبار سوال بکنم. تو در قدرت بودی به قول خودت، بیشتر امکانات و ثروت و امتیازات دولتی در اختیار تو بود. ما در اختیار نداشتم. ما از تو که بسیار شاید وحشتناک داشتم. تو در غم ما حتی نبودی. در غم خودت هم نرسیدی. هنوز مایی که در غم له میزدم، یعنی اردقه دست پا میزدم، ما چی رقیم بیایم تو رو نجات بدم، چی رقیم در کنار تو باشم، در حالی که تو امکانات دولتی داشتی. تو خود اقل امی جغرافیه را امینجا را علی جان اگر اگر حرف از 20 سال جمهوریت میزنی میرم اتو در کدام تاریخ میری؟ از زمان داود خان متاسم تا ایست روز امین مسئله پیش از دوری پیش از دوری علی جان موافق هستم در تاریخ بس کنی بهترین است. بخاطر در تاریخ بیم امی بهتر است که امی مردم امی از این اول در تاریخ سر قدرت بودن تا بال تا به می ثانیه سر قدرت امی در تاریخ بریم بهتر است که گپ بزنه شیوا صاحب قمر شاید جوابایش بده. دقیقا نه یک چی است، من خواهش میکنم دو سای در لایو هستین بر ما در لایو شما هم احترام شدیم، در لایو تاجیک پشتون ازبک در لایو ما هم امیر توقع را دارم که کلتان با هم دیگه بس بکنین. آقای شیوا محترم است، آقای زازای پیش من مت یک چی فکر دارم، من مسئول فکرش نیستم. حق داره آقای زازای میار بگه هزار از افغانستان است میتونه بگه مثالش، ولی دم لایو دیم یک بحث بکنیم که بتونیم به یک سرنوشت بهتر برسیم. ما امروز چرا لایو های تاجیک و پشتون ازبک هزار کس قومی است، ملی نشده؟ ما وقتی ملی نشیم چرا که مقابل طالب گپ بزنیم؟ چرا؟ به خاطر که ما نتونستیم همین گپ یک دیگه خور بشنیم. امروز آقای زازای نمیفهمه که در دل شیوا چیست، شیوا نمیفهمه که در دل علی چیست، من نمیفهمم در دل یک برادر ازبک ما چیست. یک لایو جور بکنیم بشنیم گپ بزنیم روی تمام مسائل بسیار محترمانه، بدون طعنه بزنیم به هم دیگه، توهین بکنیم به هم دیگه، اتفاقای تاریخی رو به عنوان یک فکت قبول بکنیم. اصلا یعنی در مردمایی که امی چیزی را که خودت گفتی علی جان ایره تا ده دقام به اصطلاح تحمل کده نمیتونه دو میزنه خودت هم میشنست هم از این تحمل دارم میمانایی که در لایو من سمیر من مطمئن هستم کلتون محترم هستین این فضا را ایجاد میکنه که اینجا گفتگوی خوب بکنیم. آقای زازه خب خودتون را جمع بکنه خیر، اگر من دوست دارم که باشین به خاطر که آقای شیوا در کل در کل علی جان ما در ظرف یک دقیقه میخوایم اگر دیگر سوال نداشته باشین نوبت به پویا سوال زیاد دارم ولی خیر سوال های من میگذارم از کل دوستان. اگر من حیث یک هموطن یعنی توی هزاره یک دیگر من حیث یک تاجیک، یک دیگر من حیث یک ازبک و من پشتون، من حیث یک هموطن ما انتقاد میکردیم، من هم صدا میشدم، ولی ما دیدیم در ظرف امی 7 سال اخیر ما در سوشال میدیا هستم و میبینم که غیر امی از هر جنا که میایه پشتون گفته دو میزنه. ما هم گفتیم که بیادر به ما چی، اگر در افغانستان کسی قبول داره و یا نداره پشتون نخواه رای سیاست
تغییر داده نمیتونن، هیچ کسی هم نه. اگر من استاد نشم، علی خودت هزاره به تنهایی، یکی دیگری ازبک به تنهایی، یکی دیگری تاجیک به تنهایی نمیتونین، هیچ کس نمیتونه. این روابط متقابل است. اگر یک تاجک هم استاد نشه، اگر یک هزاره هم استاد نشه، کشور کشور نمیشه. بله رقابت کردن امیره میگم، امیره گفتم میتونی که ما بخوایم شما را به میرقصانم نی، یعنی اگر ما هم صدا نباشیم، ما یک ملت نباشیم، نمیتونیم به تنهایی، هیچ کس نمیتونیم. ولی ما را مجبور کرد که در یک کنار در یک کوشه خود دیدیم و فکر کردیم که ما را چی بیادر. خودت یک چیزی در افغانستان از دست دادی، یک دزدیت از دست دادی و پولای از دست دادی. من یک من حیث یک فردی غریب که اونجا عسکر بودم، بیادر عسکری میکدم، به اصطلاح میکله خودت دست گرفته بودم، هر روزه فکر میکدم که امروز روز آخر مسمی. هر دفعه که ما پای خودت موتر رینجر بالا میکدم، ما فکر میکدم که امی تابوتم شد، امی روز آخرم شد. با ما چی اونایی که کلانا دزدیا کده، اونایی که امروز میای داد میزنه و فریاد میزنه و دو میزنه و دشنام میزنه، با وا سخت است که اونجا ناز و ناز و خانای بیادر زیره و مترای زیره که کاشت کده بود مثل بانجان و کچالو واری، با وا سخت است. با ما چی؟ ما اونجا هم یک اسکر بودم، اینجا هم یک آدمی غریبی کارگر، ولی آمدیم هم قطار که اونجا چیزی تجربه کردیم، اینجا گفتیم. ما دیگه مایی که شخصی نمی کنم بیادر، آقای پویا را مستن دیگه اینجا. آقای پویا تحلیل وضعیت از شرایط امروزی را خود بفرمایید، نره چیز داری بفرمایید بگوین. تحلیل وضعیت شرایط امروز من نفهمیدم، اگر میشه یک مثال بتین. امروز یک شرایط هست که ما تحلیل وضعیت میگیم، این وضعیت ما مردم افغانستان نمیست که روی واژه های ملی، نمات های ملی تمام چه اختلاف نظر داریم، هیچ یکی دیگه قبول هم نداریم. هر که قهرمان های ما قومی است، ملی نیست. متاسفانه به این سر روز رسیدیم. امروز حتی در حال رسیدیم که مردم یکی بلند میشه میگه ما هزارستان میخوایم، یکی میگه ما پشتونستان میخوایم، یکی میگه ما خراسان میسم، یکی ما ترکستان میخوایم. این میاد کل شوق کار نمیکنه، کلش در یک جبریت زمان قرار گرفته. این روز طالب هم از شرایط هر روز بدبخت کرده میره، زنها را هر روز زندان کرده میره، قوانش بسیار سختتر کرده میره. بفرمایید این مرد کدام از مسائل که دوستشون گپ بزنیم. سلام بازم برای همه دوستا. پیشتر زازه صاحب یک موضوع را اشاره کرد، گفت که کسی اینجا امنیت روانی نداره، بیشتر ایره باید بگیم. یک چیزی در ذهن مردم پیشکاری شده و یعنی کدام چیفم شبیه دروغ یا توهم نیست، یک واقعیت بوده. متاسفانه در افغانستان اگر تاجک روی قدرت آمده، مثال میگم، من امیدوار هستم که بعض دوستا حمله نکنین به ما یا زازای صاحب یا برای خودت، چون چیزی که تا بالا ما شنیدم بسیار دلچسب بود برای ما. و زازای صاحب به خصوص کدام چیزی مثلا از خود در نیاورد، یک گرایش خود در نیاورد، حداقل همون چیزی بود که واقعیت هایی بود. بر صورتش صحبت ما این است که متاسفانه یه اتفاق افتاده، اگر هر کس سر قدرت آمده به یک دیگه یک جنای یک حس برش داده به او قوم بر زبان از او کسی که برادر ما از تو برتر هستم، تو باید تابع امر ما باشی، یک وحشتناک بوده. متاسفانه وجود نداره. ولی پیش دیگه پیش برم بذار عرف قلب خود را هم بگویم، یعنی ما منعیس یک شهروندی اون کشور، ما چی میخوایم؟ در قلب ما چی هست؟ یعنی ما دیدگاه خود را میخوایم بگویم. ما بدون هزاره، ازبک، ایماق، بلوچ، پشایی، تاجک، ترکمن، تمام اقوام افغانستان، من نمیتونم تکمیل باشم. ما همچین احساس دارم، یعنی نظر شخصیم است. اما حالا چی آمده که ما برای یک سری از چیزهایی که ناخواسته تن دادیم، خوب اون بحث جداست. صحبتی است که ایش وقت ما همچین یک آدمی نداشتیم که همی امنیت به یک کسی بده. امروز به قول شما چرا یک کسی از ازرستان میخواید، خراسان میخواید، افغانستان میخواید؟ خب برادر گلمه، این جغرافیا در حد نیست که ما بتانیم در اونجا سه تا کشور دیگه بنا کنیم. یک کشور اساساتش باید حداقل، یک کشور وقتی بنا میشه حداقل از 5 میلیون نفوس شروع میشه، یعنی 5 میلیون نفوس باید داشته باشه و همچنین قوانین اساسیش یک معنی بسیار دقیق داشته باشه، که ما همچین چیزی را ایران نکردیم. عزیز من،
مثلا یک طرف میایم میگه که من خراسانی هستم، قانون اساسی چیست دقیقا چسبیدن به مو چیزی که طالب میخواید، چندان فرقی با هم ندارم. که مثلا احمد جان مسعود پسر رهبر سای ما آمده میگه که ما دموکراسی میخوایم، خب پدرش کار کرد بس ضد دموکراسی کار کرد دیگه، یک دولت مردمی رو شپه کرد. خب این حال چطور میشه من که یک جوان هستم یه رقم ریشخند زدن سر شعور خودم است، یه رقم خودم به خودم مسخره میشم، میگم که او برادر پدر تو آمد بزد دموکراسی کار کرد، تو آمدی به دموکراسی میسازی، مگر ما مسخره شما هستیم، ریشخند شما شدیم، چی میخواین از سر کچل ما بگفتی مردم؟ سند پیش که باز گپ بزنم، او خوابی گپا نزده دموکرام، سند پیش که روی سند گپ بزن. سایکو آقای شهزاد مک چون بگم ولو احمد شاه مسعود بر ضد دموکراسی بود، ما میتونیم فرزنده بیاییم به خاطر پدرش محکمه بکنیم؟ دنیای سیاست پدرش یک شرایط بود، دنیای سیاست بچهش بود یک شرایط دیگه است. درست. پدرش دیقان بود، آیا تو هم امروز دیقان هستی؟ ما تو رو محکمه بکنم چرا تو دیقان نشی؟ چون پدر دیقان بود؟ این قشنگ نیست دیگه. نه درست است. ما را از بحث امروز میکشه بیرون. علی عزیز، من این مثال شما را رد کنم، چون اصلا چندان به می چه میگن دمیست رای ما شما برابر نبود، بسا دور بود از موضوع. نه خب من میرم آقای شهزاسه که با کشورهایی که جور میشه یک چیر مورد واضح بسازم، کشورها معیارش نفوس نیست. ما واتیکان داریم در قلب اروپا 1000 نفر نفوس را، ولی بینون یک کشور مستقل. کشورهای اسکاندیناوی است که 2 میلیون نفر داره، کشورهای در آفریقا داریم شاید 3 میلیون نفر باشه، کشورهای داریم در کشورهای امارات متحده عربی مستقل است شاید 1 میلیون هم نشه. همین کسانی که امروز خراسان از آستان ترکستان جور کرد، ما حداقل قوانین اساسی یا قوانینی که اینها جور کردن به عنوان کشور مستقل در کشور در تبعید ما خواندیم، حداقل یک قانون سا منظم داره، جایی که نقد داره شاید بیشتر دیگرا اگر نخواندن نقد میکنن، چون نخواندن نقد میکنن مفهوم نداره. ولی خوب است که بیاییم اکادمیکتر بحث بکنم به مثال. عرق با شماست، ولی بعد از 2018 شما اکثر یک از قوانین بین الملل است که باید تمام کشورها از او تابعت بکنن فرق کرده. من بر شما یک مثال بتم، حالا حرف شما را فاکتور میگیرم، خب شما فکر بکنین ما میریم خراسان میسازیم، درست؟ من یک انسان شهروند عادی، من با خراسان مشکل ندارم، یک تاریخ بسیار بزرگ و با غرور افغانستان ما بوده که امروز پیوسته به تاریخ، من نمیتونم قبر کس را زنده کنم، نه خراسان را میتونم زنده بکنم با این کاری که میکنم، نه اون کس کور ساخته بود و نه اون کس که کسی که ویران کرده، بنابراین فعلا دست ما به این جای گیر نیست. میایم سر از این خواستیم خراسان بسازیم، مگه از روی تیک تاک بخوایم بس بکنم؟ چون ما در تیک تاک هستیم، از روی تیک تاک میخوایم مثال بتم، از روی از این مقایسه کنم و خیلی خلاصه میخوام صحبت کنم که وقتی سوال دیگر نگیرم. شما ببینید در این جهت حداقل 10 پارت است، یکش مقاومتی است، یکش خراسانی است، یکش احمد مسعود قبول نداره، یکش دوستان قبول نداره، یکش محقق قبول نداره. عزیز من نمیفهم چند تا رهبر باید باشه در یک کشور، چند تا جناب باید باشه در یک کشور که دیگرا احساس امنیت کنن؟ این یعنی حس ناامنی، دقیقاً چیزی که زاده پیشتر بیان کرد، این یعنی احساس امنیت را تو از یک ترکمن میگیری، از یک ازبک میگیری، از یک هزاره میگیری، هر جنا میخواه ما باشم. آقا جان دیریم ما 40 تا کشور در اینجا ساختیم، او خوال امکان نداره، جغرافی های ما در او حد نیست، دیریم 4 تا ساختیم، این 4 تا آیا در افغانستان همی 4 قوم است؟ یا 32 قوم است با 32 افکار من نمیفهم چه رقمی ریخوا، نمیشه که هر جای یک چاردیوالی بسازیم بگیم این یک کشور است، منطق نداره. بنابراین گفتین حکومت در تبعید، بله یک حکومت که فعلا تا فعلا روی کار است، در هند است، من نمی‌فهمم در کدام سال بود که ایجاد شد، اون فضا تا این فضا، اون دنیا تا این دنیا فرق میکنه، اونا هم دست بودن، اونا هم فکر بودن. شما فعلا کسانی که خراسان میخواین در بین خود درگیر هستن، بنابراین من فکر میکنم که من باور من است، یعنی این رقمی هم نیست که سر به خود ما به باور رسیدیم. سالیان سال دنبال ازی بودم که مردم را به یک آشتی ملی دعوت کنم، به این هدف که نرسیدم بدترم شد. سالیان سال به این باور بودم که مردم را تشویق به این بکنم که هم دیگر خود را بپذیرن. متاسفانه در دست من جز تبلیغات چیزی نبود که من کدام امپراتور نیستم. دقیقا دکتر نجیب همی کارا را کده بود، آخر الاکت کشور رفت تا موقعی که زورش بود نفر کشت،
انسان های وطندار مکش، نه وقت از مسئله منافع ملی بود، نه وطن یا کفن بود، نه دیگه بود. روزی دید ما در مرحله سود رسیدیم، او وقت طرح مصالح ملی را بیان کرد. او وقت دیگه هیچ کسی باورش نکرد. حالا بر صورتش کار است منعیس یک دموکرات. میایم سر آخرین سوال شما، سر آخرین فرج که شما گفتین قوانینی که تازه تصویب شده و یا ایست که بالای مردم میخوانی را بالاخره اجرایی بکنن، ما بگذارین شما روار بگویم با بستماندن مکاتب شدیدن مخالف هستم، اصلا روی مذاکره با کسی ندارم، خدا کنه که توان عوض بالله خدا هم اگر باشه. این دیگه آخرین درجه صحبت بود و میدرستم دوستا گرفته باشن. سلامت باشه آقای پویا، بگذاریم دوگه دوستا مرف بزنه به خاطر کلاگ زیاد منتظر مونده. آقای دشتری سلام، احترام به خودت، دیدگاه شما رو میداشته باشیم. ولی یک چیز دیگر خواهش میکنم دوستای عزیز که پایین لایف رفتین یا هستین در بالای لایف، تاییدم هیچ کسی به کسی توهین نکرده، خواهر و مادر توهین قومی نشده، ولی سیاست مدار را نقد کرد. من اگر آقای احمد شاه مسعود شهید نقد میکنم به عنوان یک سیاست مدار کشور نقد میکنم، نه به عنوان یک بیایم تاجک نقد بکنم. اما رقم یک بچه تاجک وقتی با مزاری شهید نقد میکنه به عنوان یک سیاست مدار کشور نقد میکنه، نه به عنوان کل هزار رو به نقد بکنه. و اما رقم اگر من دکتر نجیب نقد میکنم به عنوان یک سیاست مدار کشور نقد میکنه، نه به عنوان کل پشتون ها رو نقد بکنم. خوب است گپ بزنیم بحث بکنیم، ولی توهین گپا در لایو ما کل ما کنترل کردیم بتونیم بحث بکنیم با هم. آقای دشلی سلام، احترام به خود، بفرمایید. سلام احترامات، من نوبت خود شیوا صاحب قند میتون دیگه بار از شیوا صاحب مخصوص خودم گپ بزنم. و دوم دیگه این مقامات خراسانی که دو روز پیش اومد دو زد به قهرمان ملی، دو زد آدمی که فاشیست باشه چی میکنه؟ من خب این علی تو صد دفعه این باره سیاست افغانستان گپ زد. تاپیک دیگه طرف نبرد، تاپیک دیگه طرف نبرد، بس روی قهرمان ملی نیست. اگه اینجا یک کلمه به قهرمان ملی علی جان، من انتقاد دارم، حالا وقتی که میمونی من خود داون میزن. علی تاپیک چی هست؟ علی تاپیک چی هست؟ مفهوم تاپیک چی هست؟ تاپیک گپ بزنیم آقای داشت. اگر ما بریم بابا نه تو برو پاهم گپ نفهمید، آمدی گپ دیگه شده، برو پاهم برو خیلی نفهمید. آقای داشت لیلی روی تاپیک گپ بزن، خیر او بحث های کوچک میگذاریم. تو واسه بکن ما مای خدا بحث میکنم گمش که موضوع برو داشت، برو خود لایو بگی، من لایو خود میام، برو لایو خود میام، کد گپ برو لایو بگی، من خود میام. برو خب بگذارین موضوع بحث اون لایف گذشته را که در کدام لایف دیگه هر جنجالی بوده او را دمو فراموشی بسپارین، اصلا لازم نیست. عرض سلام و درود دارم خدمت آقالی گرامی، هم از لایف حضور دارن در بالا و در پایان. آقای زازه رفت، حرفای ما بیشتر متوجه از اونا بود. وقتی که اینطور بچه های افغان می آین حرفای خودم میگن و بعدش باز غنی بابایشان ولی فرار میکنه. باید می بود آقای شما بخشی خوش آمده، باید می بود، باید می بود. من به خاطر بالا آمدم، علی او رو باید نگاه میکدی، من به خاطر زازه بالا آمدم. اجازه بیا که آقای شیوا آقای امی زازه پایین رفت، گفت من نمیخوام اینجا خدای نخواسته بحثای اگر خم پیش بره که توهین و تاخیر بره. آقای علی او خود گند خود دادوغ مغات اندوغ رفت بیرون رفت. نه در دور نه لطفا نمیگه پا نزنیم. او شاید از امو بی جوابی خودش احراسیده باشه که در برابر حرفا جواب نداره، فرار کردن همیشه فرار ارث آباییشان است، در او شک نیست. ببینین او آدم میگه در 20 سال جمهوریت بر مردم پشتون میگه، یعنی هدفش از جنوبی والاست، یعنی میگه چی گذشت؟ این را شما درک میکنین برادر؟ در 20 سال جمهوریت آنچه که گذشت قماندهش در دست یک بچه افغان بود به نام حامد کرزی که سر قماندان اعلی قوای مسلح بود و رئیس جمهور کشور بود و بدون اجازه از او یک بالجت پرواز کرده نمیتونست. اگر عملیات شبانه را هم در خانه های شما انجام میداد قمانده همو بود، و اگر بعدش کرزی غنی هم درست قرار گرفت اونمو موقف و جایگاه داشت و کل گپ در دست از او بود. و اینمی 20 کشور یا 150 کشور اینه که در وطن ما سرازیر شد، اما گیشه یک بچه افغان به نام کرزی با تفاهم که داشت آورد، با دیگاردهای خودش هم مکمل امریکایی ها بود. برادر این کار من تاجیک و توی ازاره و ازبک نبوده دیگه که ما این کار کنیم و ما مردم قمانده کنیم قطعات نظامی دولتی را که برن در خانه افغان ها در شمال مردم افغان در جنوب مردم افغان قفایی وردارین.
ببینین اگر لنگ دادالله بعد از سرکوب و نابودی طالبان دوباره زنده میشه ظهور میکنه، دایلمن ظهور میکنه، بچهای افغان بیل خود میمونه تفنگ دادالله را میبرداره. اگر جبهه سازی طالب سازی میکنین هم خودتان میکنین، و اگر قمانده خانه تلاشی و عملیات شبانه را میتین هم از ارگ کابل خودتان میتین. ما یوسف گرگ یوسف ندریده و دهن خونالود و بدنام از این که بیادر گرگ تر کرد. ما یعنی کی؟ من چه کاره بودم در دولت که ما قمانده کنم که برو تو افغانا را بیادر قفایی وردار؟ یک موضوع. دومی که نمی آدم در چیش یک مسئله را یادآور شد، گفت که ای که تو اگر دزد بودی فرار کردی یا دزدی تو از دستت گرفته شد گناه ما چی است؟ حتی یک مسئله دیگر هم بسیار زیرکانه افغانوالی اشاره کرد که اگر تو را ما میرقصانم. ببین این حرفا را ما کلن منطق داریم، از دهنتان وقتی کرد ما کلن منطق داریم، از دهنتان وقتی حرف برای ما میدانیم که اصلا نیت شوم شما چی است در پشت این حرف. دزد ما نبودیم، دزد کسایی بودن که صندوقچه های زیورات افغانستان بردن در ایتالیا و در اونجا زرگری زرفروشی در خانه خود باز کردن که تمام دنیا را زرخراش می آمد و از خانه امان الله دزد چی می خرید؟ طلا می خرید. آقای شیما، من معذرت میخوام یک نکته را اشاره بکنم یا سوال بکنم از شما. امروز شرایط وقتی میبینین خود من بیشتر میبینم طرفدار یک مفکوری خراسان هستی. چرا خودت می امروز خراسان خواهی میکنی؟ چرا افغانستان قبول نداری؟ خب ببین، وقتی که همین سوال خودت او آدم میگه، میگه خراسانی ها یا هزارستان خواه یا ترکستان خواه را در درون کشور فضای امن برشان چی نبوده، مساعد نبوده. تنها فضای امن نبوده که برای ما گفته مردم ناامن، فضای ناامن ایجاد شوه. اصلا ستم ملی که جریان داشته شلاق اصلا استبدادی یک قوم که برگرده های سایر اقوام میخورده، درد از اینی اصلا مردم ناگزیر ساخته که مردم یک کشور واحدی را زیر نام افغانستان قومی اصلا قبول نکنن. وقتی که ما میخواییم باشنده و کشور باشم، من دیدگاه خودم دارم دیگه. من پدرم نیستم که پدرم تا صرف 5 مکتب خوانده بود یا 6، من دیگه دانشگاه خوانده. من نمیخواییم اصلا که او دیدگاه از او را تایید کنم، بگوییم که آنچه که پدرم قبول کرده بود من او را قبول دارم. من امروز یا پدرم زیر استبداد ستمهای دوره ظاهرشاهی که در از طریق لنگ هاشم و شاه محمود خان صورت میگرفت، شاید شکنجه روحی شد و آدم اصلا از این مبارزه دست کشید یا هیچ علاقه نداشت. اما من امروز در مبارزه علاقه دارم دیگه. من اصلا مؤلفه های خودم دارم. من بیرق سرنگ افغانوالی را قبول ندارم. من نام افغانستان نام قومی را بالای وطنم قبول ندارم. من سرود ملی دا وطن افغانستان دی که وطن افغانستان است از آغازش تعصب است، من او را دیگه قبول ندارم دیگه. من هویت ننگین افغان در پیشانی خودم قبول ندارم که یک ویدیو روز نشد تمام تفلک ها می آید از هر کشور خود معرفی میکنه. او دخترکی که از افغانستان است دستکای خود در روی خود گرفت از سرش خم می آید، میگه از کجاستی؟ میگه از افغانستان. از شرم یک طفل ما سر خود بالا کده گفته نمیتونه که از کجا هستم. من دیگه او هویت بدنام و ننگین قبول ندارم. هر کس دیدگاه و باور خود داره. ببینین امروز تنها او موضوع اما موضوع ناامنی را که پیشتر اینا یاد کرد بهانه آوردن، او ناامنی تنها فیزیکی نیست. امروز ما میبینیم در مناطق هزارستان، در مناطق تاجیک نشین، در مجموع مدرسه های افراطی ساخته میشن. شما از بعض مسائل هایی که در درون کشور زیر پوست کشور جریان داره، شما یا از اونا آگاهی ندارین و یا آگاهی دارین اصلا خاموشی اختیار میکنین و از اون تیرتانه میارین. شما میفهمین که کودکایی که برای نانآوری خانه خودش پلاستیک فروشی میکنه از داخل شهر ورداشته میشن میبرن دوزه های طالبانی لواط میکنن. این که شما خبر دارین که بالای کودکای نانآور خانه های من و تو درون شهر افغانستان چه جریان داره؟ امروز میفهمی
اینا یک نوع چی مواد استوی را در آزمایش گرفتن در شمال افغانستان، در ولایت پروان گرفتن، در ولایت پروان یک نوع مرض ناشناخته شیوع که در 500 نفر تا هنوز مبتلا داره و تا هنوز دکترا و طب درون کشور در تشخیص تکلیف اصلا موفق نشدن. اینا در مناطق شمال، در مناطق فارسی زبان ها در مجموع موادای استوی را امیال آزمایش کرده را استن. در جنوب نمیکنن این کار، در جنوب امیال مصروف کندنکاری سوراخ ها و سمچ ها و صفوف صفای زیر کو هستن، ترابوره ها را جور کرده را استن در جنوب. اینا یک آمادگی برای یک جنگ بعدی گرفته را استن. مردم ناآگاه بس یا نمیفهم که اگر آگاه هستن چرا از حقایق کتمان میکنن؟ چی جریان داره در زیر پوست کشور ما؟ میفهم این امیال کودکایی را که از درون شهر از اقوام مختلف اینا جمع میکنن در یک توقیفگاه برده، همگی از اینا را به عنوان از اینکه ما درس دینی میدیم، همگی از اونا را بدترین آلت سرشان جریان داره. آقای شیوا تشکر میکنم از خود، خیر دوباره بر میگردیم. ما سوال جواب دادم ستم میگید زودتر بنالیم. دقیقا آقای مقاومت خراسانی سلام احترام و درود به خودت بفرماین، ولی خواهش میکنم در قالب امروز میخونم. آقا علی ببخشید آقا علی، پیش از این که مقاومت خراسانی صحبت خود آغاز کنه، آقای مقاومت خراسانی من یک دو طرف دیگه مثلا میگم کوتاه، بعدش باز خودت صحبت کن. ببین پیشتر گفتم که کشور ما در حد نیست که تجزیه شوه یا چند کشور ساخته شوه. این یک گپ دور از منطق است قطعا. ما وقتی که میبینیم یوگسلاویای سابق وقتی که تجزیه میشه، از او آلبانیا شکل میگیره، کوزوو شکل میگیره، بوسنی شکل میگیره، هرزگوینا شکل میگیره، مونتگرو شکل میگیره، چندین کشور دیگه که همه کشان به حد قف دست ما نیستن. یک آلبانیا را تمام نفوذش 3 لک نفره، 3.5 لک نفر است. یعنی چرا اصلا چنین صورت نمیگیره گرفتن نمیتونه؟ این گپ قطعا منطق نداره این گپ. و در رابطه با احمد شاه مسعود شهید که وقتی که یک مقدار یا و گویا صورت گرفت که گویا احمد شاه مسعود علیه چی مبارزه میکرد دموکراسی، احمد شاه مسعود تمام دیدگاه خودش در کنفرانس اروپا مکمل بیان کرد که اصلا زن میتونه در حضور خود مرجع و کاندید کنه خدا. احمد شاه مسعود صحبتاش با خانم ها، با تمام گروهی از زنان، کلن بیانگر اعتدال فکریش است در مورد دین و در مورد مذهب. احمد شاه مسعود نه دشمن دموکراسی بوده و نه کدام مرد افراطی کثیف مانند ملا عمر و افکار پوچ طالبانی احمقانه. میشنوم از شما. آقای مقاومت خراسانی سلام احترام، بحث سیاسی بکنیم امروز. بفهمم که حداقل مقاومت خراسانی بر علاوه خیلی حرفا و نقدایی که دیگرها داره، من ندارم نقصره، بحث سیاسی هم خوب بلد است. بفرمایید. درود بر همه دوستا، تشکر علی. بچه وطن اگر واقع شو بگیم، تشکر کنم اول بالا آوردی برای آقای بشیر شیوا بزرگوار، درود بر خودت. ما با آقای شیوا احترام داشتیم، احترام دارم، یک شخص محترم است، یک شخص قلم به دست است، یک شاعر است. ما همیشه از شعرهایش روزه اول که اومده استفاده میکردم، گاهی به دیگران دارم، هرچی که نظری داره شخصی است. و خودت هم تشکر میکنم آقای علی که ما رو بالای برنامه رو برگزار کردی. ما علی بیادر خودم هستم، طبیعی که میام صحبت میکنم ما خودم هستم، هر گاهی که میام یک لایو میام یک صحبت های میکنم خودم هستم. هزار تا عیاش، هزار تا عیاش، هزار تا فاسد به نام پسوند دکتر عالم دین خود خبر دیم مجازی هستن، دور از آقای شیوا باشه، به نام خبرنگار چی کارای نه چی گنده کاری در مجازی کردن که آل گنده های حتی زمان جمهوری ها میبرایه، تجاوز دختر مردم به نام خبرنگار، به نام سیاستمدار، به نام فلانی، به نام بستانی، حتی در اروپا، در امریکا کلا مدین روز اول یکمی بودن در باره وطن، حالا بیخی او وقت تایی گلومون، حالا بیخی از فقطان غق در عیاشی. ما و تو کستیم این در کامره ما، اگر هر کاری میکنیم خودم هستیم علی، خودت باشه همیشه باید. یک حرفایی که هر جوی میگم، هر جوی گفتیم، مسئول خودم هستم. نه به من ربط نداره که چی گفتی اونجا لایو من نبودم، من نشیدم، اجازه بده من متوجه هستم، من میخوام که حرفای من محکم
ریشه دار بگویم. اینجا معرفی که میگم، من خودم یک مقاومت، خودم مقاومت هستم، من عامی مقاومت نیستم، عامی جبه، من خودم یک جبه مستقل هستم، خودم یک شبکه هستم، من خودم مقاومت هستم، من دیگه مقاومت ها رو کار ندارم، من خودم یک رهبر هستم، من خودم یک جبه هستم. هیچ جبه را هیچ جبه بنیانگذارم اگه بگوی اینا ما 15 سال میشه، ما 15 سال پیش تفکر مقاومت داشتم، 15 زمانی که طالب پرچم خود در دبی بلند کرد. ما از بچکای تک تاکی ها نیستم، از بچکای زمان فیلم تولسی و از عیاش هایی که آمدین اصلاب تا شام عکس فلانی رو بانکو از احمد محمود کلبی مسعود ریش با بان پکل و پشت نکتایی پشت خبرنگار عیاشی که دو بازن دختر مرد از او من نیستم. اگه می بودم تال اینی گزی میدان اینی مجازی سه تا ویدیو می برامد، سه تا صدای می برامد، سه تا تاثیر دول می برامد. و می خاطر گفتم که حرف محکم باشه. یک حرفای زازه چیزی که گفتک ما هم شنیدم. بله آقای زازه در پان هستی چیزی که تو گفتی ما شنیدم، اما ما دیدیار شدیم، ما دیدیار شدیم، امو تفنگی که از سمت شمال جمع شد، امو تفنگ، امو نمبرش، امو شاجور، امو پرتله رفتک در پکتیا در لوگر المان طالب سازی شد. علی او تفنگ، تفنگ بچه تاجیک بود، بچه ازاره بود، او وقت محقق خلیلی بود، دوستم بود جنبش که جمعیت جبه مقاومت بود. امو تفنگ ما آوردیم به خاطر چی؟ به خاطر خدا، به خاطر وطن. حتی بزرگای ما گفته بود که زمرد فلانه قریه، لعل جوار فلانه ولسوالی با لدو شطور فلانه قریه در جنوب یکی هسته، اونو تو ما زمرد الماس و لعل ما رو ما که شطور و قد فلانه گفتیم یکی هسته، گفتیم کلش از ماسته خیر هسته، مگم طرفی را متاسفان چیز دیگه فکر میکرد. آقای مقاومت خراسانی، چرا آقای اشرف غنی در زمان جمهوریت قبل از اینکه رئیس جمهور به اصطلاح با تمام سازبرگای اختلافاتی که رئیس جمهور شد یا نقطه‌ای که رئیس جمهور شد در یک میز مصاحبه میشینه میگه اکثر کسایی که در زندان است گویندگان یک زبان است؟ این میگه نیست و چی معنا دارن؟ اینو ما میگم دیدیار که میگم دیدیار خودمو روان میگم حالا میخواستم بیام دیدیار کشیم، اما تفنگ ما بود زمان کرزی بود، 14 سال کرزه ای کار کرد، طالب سازی کرد، طالب قومش آورد اعتماد کرد و 2014 شد امی کار زنجیره ای را غنی احمدزی او آمد درانی قندهاری ای آمد وردکی غذایی امی روند ادامه شد در دشت در دند غوری در دند غوری آمد طالب سازی کرد، طالب را بردن از جنوب شمال و ای تنهایی گفتش نیست کنه. یکی از بزرگای مارم بنام احمد ولی مسعود غنی در پشت پرده گفته بود که جناب سفیر احمد ولی مسعود گفته بود که آمی امی جابه است نزدیک هم است. امی احمد ولی مسعود در جلسه گفته بود که کرزی هم شاهد بوده، جناب سفیر یاد باشه هر احمد قدرت بیم یا بزور شمشیر یا بزور قوم یا بزور خارجا شما مردم گم میکنم. اینو ما در دل دارم، اینو مشکل دارم، ما فعلا که بولم جبا و بولم روان تو چرا مرا خبر نکرده بودی؟ تو مرا می آوردی خبر میکردی، در 20 سال محافظه کاری کردی، پد کردی به خاطر چوکی، به خاطر سفارت، به خاطر امتیاز، به خاطر از اینکه چربی و در هتل سرینا و در هتل دبی رو در قطر و در ترکیه عیاشت و معیشت کنی، امروز کال گریختی، امروز که آمدی مرا کت زازای انداختی، امروز مرا کت زازای تو انداختی، مرا زازای مرا تانه میتا. ما آمدیم زخم زبان زازای ما میخورم مالا، تو خدا کسی نیستی، برو تو چار چابلو واری موندی پیسان جمع کدر رویستی عیاشی داری، او وقتا وفاق ملی درست کرده بودی بنام وفاق ملی کج کور لنگ لاش جمع کرده بودی، امروز زازای اوغان آمده مرا تانه میتا. ما هستم بازم، اول شما بودیم. درد یک تاجک چیست؟ مقاومت خراسانی درد یک تاجک امروز میشه بیان بکنید؟ اجازه بدید علی ما کل گپ اما وقت بودیم مدام میام اگر اصلا کنی فقط اصلا کنی درد تاجک چیست؟ من میخوام در سوالم بکنم. درد این است که جنوبی وال، جنوبی وال زازای اچکزای پوپازای غزایی درانی حقانی قندهاری ننگهاری تفکر پشتونوالی بود، قومی برخورد میکرد. غنی میگه گویند یک زمان دو بگرام هست 16 هزار رها میکنه انا سخور رها میکنه، اما وطندار ما چی میکرد؟ مرا بنام پا کل پوش بنام پا چکر مرا ساله میبود مرا زندان میکرد، میامد دفلانه قریه عملیات میکرد. درد ما بود که بزرگ ما تاجکان ها برخورد نمیکرد، ملی بود، ملی نیست ما، کی میگه ملی هسته؟ کی نیست؟ میگه اجازه تنی رد بکنم. آقای مقاومت خراسانی، بزرگای تمام اقوام در 20 سال جمهوریت نه، من آخرین مصاحبه آقای فرید مزدک یا مزدک شنیدم، مزدک دقیقا در کنار دکتر نجیب کار میکرد و او یک خیلی مسائل باز مطرح کرد و گفت که ما هم قومی برخورد کردیم، بر علاوه که ما یاد گرفتیم که پشتون ها قومی برخورد بکنن ما هم به انگیزه رسیم
قومی برخورد بکنیم. در 20 سال جمهوریت آقای مقاومت از ما قومی برخورد کردیم، ولی قوم امتیاز ندادیم، فامیل امتیاز دادیم. ما امیر میم یکی عرف آقای مزدک ها که معقول شنیدم، آقای مزدک اونگا به خود مک پیشر بشاره کردی گفتی نجیب تا زمانی که روسیه در پشترش بود میگفت اورا اورا، لیدان کبیر میگفت اورا اورا میگفتن، نام بمبار میکرد شمال اطراف کابل شمالی او طرف پکتی حتی زاگه خود بمبار میکرد با تو بتان گروس همین عجیب حالا مده میگن یا وطن خود از زاگه خود بمبار میکرد. او وقتی که اروس امارش میکرد لیلند کبیر امارش میکرد او وقت نما بمبار میکرد، وقتی که اروس پشت خالی کرد آمد بدام اتحاد ملی و وحدت ملی کسی او وقت قبولش نمیکرد، بخاطر همین کار غنی کرد. زمانی که سوبکی خیسنگ بگرام خالی شده 2014 صبح خیسنگ بگرام خالی شده رفت پرونده که برای مارشال دوستم درست کرده بود، مارشال دوستم تابید در ترکیه محقق کشیده بود، احمد زیا مسعود کدلغا در کنز دره بود، کلش را پاس جمع کرد. این مسئله پاس جمع کرد. این مسئله داره ازبک وحدت ملی کل و برابر هستی برادر هستی کلش تورنز زنجیره قدام شام کرد روز آخرام خبرشان کرده بود. این میگه درو بود ما هیچ وقت نکنه میکنه مسئله قومی گفتی بله مایمال یک هم بزرگای ما زادگاش زادگاه بزرگای ما که معاون اول بودن و وزیر بودن در زادگاش ایمال چقدر ظلم هست به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه امور خوش هم سرکوب میکرد. حالا کلام به جرم از اینکه تو فلان منطقه هستی معاون اول بودی وکیل بودی فلان بودی شمالی تلوال بودی فلان جای بودی، حالا یک ایمال 25000 از تبار ما به جرم چی؟ به جرم اینمی پکول به جرم اینمی شالک دسمال به جرم از اینکه مقامتی هستی زندان هست دنمو زندان یک 16000 طالب بودک این کار کرده. بله حتی در منطقه ما ایمال بسیار جایش آب و برق گاز نداریم، ما بسیاریش منافع ملی فامیلی کردن این کارا. مگم چی بود؟ مگم چی بود؟ تکتشان تکت تاجیکی قومی بود، از نام تاجیک رفتن وارد در شدن وارد در معامله شدن، اما بعد آمدن اطلاع خودش بسیاری خود تاجیک نمیگه علی جان، اما مردم خود تاجیک نمیگه علی جان. نام ایوان آقای مقاومت خراسانی ما یک چی را بگویم خود در بحث عمیق تاریخی داخل میشی، یک مردم از بود تاریخی تاجیک گفته میتونیم امروز تاجیک نیست ولی از بود تاریخی داخل میشد تاریخی است. ما اجازه چرا تغییر هویت دادن به قول خود که فشارهای سیاسی بودن این کار کردن ها بوده که مجبور شده که بتون از نفس بکشد تغییر هویت دادن. علی جان علی خود دیگه جو رفتی تو خود دریا ازاره رفتی مادری ازاره میام صبر کو نه در دریا ازاره نیست، بس دریا ازاره اصلا نبوده. یا لازم ما تو جگ هستم آقا علی ما چیز دیگه میگم واضح میگم برات، ما شمالی هستم جغرافی شمالی تمام یک تاجیک هستم، یک تا داماد پاسوان یک کاریر مانسر خود پاسوان دیگه ایوانه اون ما ایوانه میگه من اون ما اتا میگه ما این مستروم هست ما تاجیک هستم من شمالی من نمیگم که اویتم شمالی است، شمالی یک جغرافی هست یک چهار دونه کو چهار دونه درست در بغل بغل من نام در را ما چکن اویت اویت نیست برای ما این می کار کنه کار یک کسی قبولش نداره ما چکن مو در را ما چکن مو دانده که اویت ما اویت ما بچه بداخلی بیان توهین کنم بچه اندرا بیر توهین کنم بچه راتی تاجک ما تاجک ما بچه سبرقندی بخارایی که از دوشنبه آماده و 25 نفر بیا وارد فلانه قره شوه او رو بیان دو بزنم بش اما بچه تاجکستانی که مرا جای داده امروز در تاجکستان مرا خانه داده تاجکستانی مرا در سمرقند بخارای مثال یاد دیگه منطقه دوشنبه امو رو بیان دو بزنم من با چی؟ بخاطر یک ولسوالی که امروز در کنار کس نیست. گپ دومم آقای پایان رفتی امی آقای پویا رو میگم امی آقای پویا میخواستم عکس برای بگویم آقای پویا پایان رفتی ما در پایان هستی میگم برات خود که من این وحدت ملی میگی جان برادر وطن دار عزیز یاد برو در یوتیوب تو خودت به نام خبرنگار بعد احترام دارم اما خود آقای پویا تو خودت هزار دونه ویدیو هست که عکس دختر مردم بالا میکردی عکس ها رو میآوردی او را کتزو جنگ منداختی این که او جنگ منداختی دختر مردم میآوردی که این کتزو روسی کده این صدای پیش ماست خودت از دختر مردم از زن مردم به نام خبرنگار در یوتیوب جزیه میگیری زنای دخترای مردم رهبری میکنی که کدی ازدواج کده یکیش مثلا دست بیبی ساتم بچه‌ها دختر آل آمدی آل آمدی آمید طالب هم شدی او کارم در نظر شخص طرف حق شدی اما تو کسی نیستی که به نام خبرنگار جی بیزا آقای پویا تو کسی هستی که هزار دختر مردم پسر مردم اومدی در مجازی در یوتیوب ویدیو تاس کلش باز می اومدی تلفن شکسته رو نشان میدادی تلفن خراب شد پیسه رای کنی چوکی ندارم فلانه یوتیوبر کامپیوتر دارم و ندارم تو اونو آدمی هستی که دهنکرای پویا تو آدمی هستی که دختر پسر مردم در یوتیوب عکساش بالا میکردی حالا اومدی خبرنگار میگی خود یک دونه عکس موندی خبرنگارتون 99 درصد جعلی بود دکتر جعلی بود جنرال جعلی بود حتی انتخابات میگنی که بود غنی جعلی بود فاروق وردک میرفتی برای عکس 12 پاس میداد
در لیسانس ترافیک می رفتی زنگ می زدی بچه کماندان هستم بچه فلانی هستم لیسانس بر می داد نفر رفت گاو خر فروخته لیسانس گرفته نفر رفت واسطه که خوار شه مادر شه بچه کاکای شه رفت به جانم گفت دکتر را گفته نکتایی بند کده نکتایی بند کده در پشت سرش چهار دانه کتاب مونده کتاب بار می مونده همین مردم رو بدبخت کرد کتاب می مود ببخشی گلوندر دستم ما کمی که امروز سرد است سرما خوردیم صدای خوب نیست بسم الله الرحمن الرحیم قال قال رسول الله اعوذ بالله این می کلاس امی امی چلو خورا امی کتا کتا که می گفتن کلا کلا که بجان گل قل قل میکنی کدی امی مردم که بنام دانشگاه بنام استاد بنام روانشناس بنام کانشناس زد کردن چیز بربا کردن مردم امروز کی مونده علی مونده به خاطر قومش هر روز میاد مقاومت درگیر میشه مقاومت خراسانی اومده که زازای و کتاجگزای بو برزای کلش رفت باز دوباره دارم رو واندای کتک میاد باز بدبخت ها چیزای پوپلزای هم در آلمان اروپا و امریکا هم مثل ماست بدبخت مگر عکس باز بفهمی او وقت پوپلزای اچگزای آفرین خوب گپ یاد کردی گپ آخرین گپ اون جنبنده میکنم دبری با فکر کنم به گپ اون اومدیم مجانی میگم مثل دیگه اور فخر فروش نیستیم که بریم دلای بتون 50 نفر هم نمیام 2000 نفر هم نمیام 3000 نفر هم غنی احمدزای اینا با آقای شیوا میگم که باز در جریان باشه غنی احمدزای 45 میلیون دلار 45 میلیون دلار سال 2011 از بام کشید از کابل آورد اروپا تقسیم کرد اتحادها تقسیم کرد ولی میگی اچکزای علی اینا متوجه باشی غنی احمدزای 45 میلیون دلار آورد ویس دنمارک سویدن آلمان هلند بلژیک فرانسه در کل اتحادهای افغان افغان برام افغان آورد تبلیغ کرد برای پشتون 45 میلیون دلار آلمو را خود تبدیل کردمی اوغانایی که قیطاریه دارم من میگم یک دانش تابنوز یک تا تظاهرات بخاطر فعرهای خود اونمو پیسا بود اونمو پیسا بود اونمو پیسا بود که در کمپا برای ماجرین پشتوال جمع بشید که حالا من در فرانسه کلای تاجک هایی که بنام تاکین تاجکی سده که در مزار بدرشان با میگم بنام منظور پشتون امو رو میپوشن از اون پیسه است در کمپا من با فرانسه در شهر میبرن تظاهرات میکنن در اروپا من مردم در آلمان که چاکو میزنن باز پاچی شکل میمونه در من نمیدونم یک دیگهش میره در دره پنشیر میره از ننگهار در دره پنشیر میره یک کسی در پنشیر میگه نیفا ما اتن که چی کریم اونو مره کسی چیزی میگه اونو کرا را کدن که حالا ابو بچه ها میا از امو دره ایوزه که سر رو لای بگره میا همه شمالوال دو میزنه میا امیر بلای کلکانی دو میزنه میا شهید تدخیلی دو میزنه او در دره رفته ویدیو میگره نمیخوام با پشتو میگه که اتن تو میکردش شد طرف امو دره طرف قریه بالا پان این دیگهش میاد اینجا از امو دره ابی بچه بالای پانی میاد شهید سید خیلی دو میزنه امیر بلای کلکانی دو میزنه شهید اکبر دو میزنه شمال وال دو میزنه و اگه پا آخرم پولی که در اروپا تقسیم شد تا به حال از اون پول اتحاده های پشتونوالی جور کردیم که سوال میشه که تو بچه از آرام نمیمونه ما تاجک ها نمیمونه برای طالبا آلگر از طریق سفارت ها را قید کرده بودن خدا شکال اون اکبر که ماندی خبر فوری این میگه پای ما و شما بود این میگه پای ما و شماست نه ای کار محقق است نه کار خلیلی است نه از احمد نه محمود این صدای ما و شماست که این پیدا کن اما زازای بالا بالا بود از مو اون مو کد 91 کد 91 بود 45 میلیون دلار تال پکول میخره اتی تاکین میخره کلا میخره حتی برشان گیم میزنن پول بیت المال با بیت المال هست کی بود بچه تاجک هزار ازبک بچه تاجک ازبک کار میکرد منداخت اما رو در پشتوالی حالا آوردین هم برای طالب اومد میکن لوا بگیری هم برای پشتوال در اروپا امریکا همین زازای خودش یک از امور وانداست که از مال بیت مالی که از ما غنی احمدزای در اروپا پول انتقالات امرای موهب و فضلی گروپ آل آمده برای طالب و برای پشتوالی خود تبلیغ میکنه جهان سپاس خیلی ممنون سلام از دیگر آمده بودی دیدگاه خود تمایی داشته باشیم بفرمایید رئیس عزیز من خیلی دوست داشتم یک لایو دیگه بیایم به خاطر من چند جای تاختازای شما رو مستقیم بر قوم خود دیدم ولی آرزو دارم یک کم نزاکت ها را یاد بگیریم کلام شدین پیر شدین میر نشدین این نزاکت ها خوب است که یاد بگیریم قوم گفته دوهی نکنین منظور مستم منظور مستم نه خود نه قدم اول رئیس عزیز لطفا یک وقت سعی که هرات نه مرکز تمدن است نه مرکز فرهنگ هرات مرکز توریستی جهان است که در 20 سال جمهوریت هر چی داشتیم نداشتیم اونمون ملاهای هرات بود که بدبخت بود و اونمو تو توریست ها را تربیه کرد که امروز دانه دانه خانه تو را مرا خانه کل کشور را اونمو رقم احاطه کردن و تو میایی میگی ولی ایراتی رقم دیگه ولایات را توهین تحقیر میکنی و دیگه اقوام هم توهین تحقیر میکنی لطفا نزاکت ها را یاد بگیرین پنشیر و ایرات برای من یک است بامیان و قندهار و لوگر یک است در مرکز توریست پروری اگه باشم قبل از قندهار و ننگرهار مهیرات در 20 سال جمهوریت میدانم و اون مولوی انصاری خبیث بود که تمام ایرات قلدریش گرفته بود و خودش مردار شد اونمو خونه های شهدای سربازای اردوی ملی و امنیت و پلیس توهین میکرد میفتیا نیست
یو آدم متوجه باشن از مرکز تو، از بامیان ما توریست بالا نشده، از منطقه تو بالا شده. در قدم اول خود سلام، همون که میگید توهین نکن، خودت هم توهین نباید بکنی. در قدم دوم تو ویدیو رو کشتیم از آقای فرمانده وقاز بود اگه نوبت و نوبت باید گفت بزنید، نوبت از من بود برادر. این آدم نوبت شد پایین افتاد، به اون خاطر من میگم تو ویدیو بکش که ما قوم ازارر توهین کرده باشه. بله، سه شب پیش در لایو های مستقیم بیان میکرده سکو بس ازار جنوسایت. اگر میگه خود میفهمی واژه جنوسایت یعنی چی؟ عمرن ببینیم نسل کشی عمرن نمیفهمی؟ خب لطفا اجازه بده آقای رئیس، ما یک چرا وطندار خواهش میکنم، سواد ندارین در یک مسئله گپ نزنین. بس جنوسایت کس یک واژه حقوقی است، میفهمین چی معنا داره، چی اتفاقا میفته که جنوساید گفته میشه؟ خب نمیفهمین، یک جای میگه ولایت نشده، این رقم از آرج کشته نشده، دیگه اقوام کشته، من منکری نیستم دیگه اقوام کشته نشده، بله، ولی وقتی واژه جنوساید یا نسل کشی بر یک تبار گفته میشه، اون بحث حقوقی داره، معنای بسیار وسیع داره. اگر معلومات دارین بفرمایید بیان میکنین. خودت در حوزه حقوقی کار نکردی وقتی نمیفهمین، لطفاً در کارهای بالا سی و جای بالا دست نزن. یگان لایو شوخی و دوستانه بود حتما شرکت بکنین. دیگه از یاد دارو خواهش میکنم برو پایین، دیگه همه قربوت سردشخندی بکنم، بفهمید تا زنده باشی در قوم توهین نکنی. ما قوم سالها توهین شده، تحقیر شده، ولی تو هم توهین میکنی. باز این علی نگوی که کاره ما رو کپی کردی بچه، این کار رو از میاد که کپی کردی. نه بحثی کپی نیست، اجازه بتیم بخاطر یادم به یک بحث عمیق سیاسی سمی یادم سواد ندارم. میایم میگم بعد یک جای طالب هم یک جای میگه ولی من طالب نقد میکنم، باز میگم من تاجک هستم، کار تاجک های رقم است. خب وطن دار میفهمیم بحث سیاسی چی؟ خراسان یک بچه تاجک میخوای تو رو مستقیم توهین میکنی، میگم واژه افغان چی مانا نیفهمیم، کلان کلان بالا میشی، باز میگم من از مرکز فرهنگ تمدن فلان جای هستم، ولی آبروی کل افغانستان 20 سال جمهوریت هرات تو بردین، این ملاهای تو کل توریست ها رو بیرون داد، امروز هم بزرگترین مرکز توریست پروری هرات است، و تو میای دیگه اولاد توهین میکنی. باشین آقای فرمانده وقاص، سلام احترام بخواد، بفرمایید. درود و سلام بر شما آقای علی بزرگوار، بر آقای شوا و مقامات خراسان و زخمی تاریخ و بر همه کسانی که بلنده لایف هست، به همگی سلام. امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. در نخست یک درود بر مقامات خراسان که برخلافی که در تمام لایف ها که میدیمش متفاوت تر بود، اما این مرتبه چیزایی که من میخواستم واقعا گفتن. درود بر تو مقامات خراسان، هر کسی که بدبینش است خانه دستش خلاص و هر کسی خوشبینش است برش سلام. آقای شوارم بسیار حرفای خوب زد، حرفش را تایید میکنم. دیگه دوستان هم ببینین، آقای علی بزرگوار، ما به عنوان و فرزندی و سرزمین حق دارم بالای ملت خود انتقاد بکنم، بالای سرزمین خود، بالای بزرگی خود، بالای خیانتکارای خود حق دارم که من انتقاد بکنم. میگه یک شعر است، میگه ما هیچ گاهی از بیگانه ها نناله، مران چکت به ما آشنا کرد. یک شعر بسیار معروف است. دیگر ما هیچ گاهی از بیگانه ها نالش نداریم، ما هر آن چی کرده به ما بزرگای من کرده. ما بزرگای بسیار خوبی داشتیم و بسیار در تاریخ. خلاصه یک چیز دیگه ما واضح بگم، در سرزمین به نام افغانستان هیچ چیز ملی وجود نداره، نه نامش ملی است، نه پرچمش، نه سرورش، نه هیچ چیز ملی است. اگر قرار باشه که در اون سرزمین ملی وجود دارد، چرا در طول یک دهک یک میگذره تا هنوز یک هزاره رئیس جمهور نیست؟ چرا یک ازبک رئیس جمهور نیست؟ ببخشی فرمانده، یک دو تاکسی ملی بودن، یکی سرویس ها بست ها ملی بود، یکی هم همین بدرفت ها که بود تشنبا ملی بود، دو تاکسی ملی بودن. و دیگر آقای علی، چرا در طول یک تاریخ شما نشان بده که دقیقا دو دوره مثلا یک قومی از اوره رئیس جمهوری کده باشه، یا بیاین بفرمایید یک قومی ازبک ما کده باشه، یا مثلا از من تاجی کرده که بوده کم بوده برکوه کم بوده، خلاصه به هر نوعی که بوده هیچ چیزش پس در سرزمین ملی وجود نداره برادر. اگر امروز تو قهرمان مرا ملی نمیپذیری برادر، پس ماستر ملی نمیپذیرم. اگر میایی که بس میگیری بیا بس بکن، اگر میایی در بس تاریخی بیا بس بکن، اگر چیزی دفاعی نداری پس از لای پایین شو برو، خودت از سرت در گریبانت پردای خدای نکرده توهین به هیچ قومی نمیکنیم، همگی اقوام افغانستان دوست داریم. ببین آقای علی، در افغانستان به همگی ما و شما بسیار مثل آفتاب و مهتاب روشن بود، چی میگذشت؟ هیچ گاه یک بچه از آره را به من نشان بده که انتحاری کرده باشه، یک بچه مثلا از من نشان بده که انتحاری کرده باشه، یک بچه من اصلا از ازبک ما نشان بده انتحاری کرده باشن. پس در سر دولت هم کی بود بیشتر
آقای غنی بود، از وقتی که ما اسون خدا میگم که من مثلا در دوره کرزی و در دوره غنی بودیم، از او بیشتر شد که تاریخ چه میگن او مربوط به تاریخ است. بازم ما امروز میگیم امروز هم در افغانستان چینه و ظلم و جنایتی نیست که جریان داره صادقانه. بین اگر ما اگر به عنوان یک انسان هستیم، به عنوان یک مسلمان خدا مسلمان میگیم، بیم قضاوت بکنیم که سر ملت افغانستان چی میگذره، مخصوص و 300 قومی که در افغانستان است چی میگذره. امروز عملا یک گروه فاشیست، یک گروه تروریست، یک گروه که داد تکداران اسلام است، متاسفانه نه شعورشان اسلامیت است، نه شعارشان، نه خودشان به انسانیت و به اسلامیت میمونه. هر کدامش مدافع از امینا هستن، بیان بالا ما امروش بس اسلامی میکنیم، بس بیخی از امین دینی بس میکنم، با که ما امروش بس بکنم، حد اقل بفهمه که یک فهم یک بچه تاجیک داد چه حد است، یک فهم یک بچه تاجیک داد چه حد تاریخ و سرزمین میفهمه. یک بچه تاجیک حداقل میره و بشور با کلاس میه و یک بچه هزاره در اون سرزمین چقدر مدال میآوره و دیگه و دیگه ایش میاره همه قسم، اما کدامش در نظر گرفته میشه؟ هم مگیش بابا ریفانا میره. ما در طول در بخصوصا 20 سال جمهوریت هم میگیم کسای از سران ما بودن واقعا اقتدار ملت تاجیک فروختن، هویت ملت تاجیک فروختن، که امروز ما در لایفا بیم به یک بچه مثلا قوم پشتو زبان درگیری بالا میریم، امروز و تنهش در سوی روی من میزنم. ما بعد اول از یخنی از همون مفسدین و همون قاتلین خود کش بکنم، اونمو کسی که معاون اول بود میگفت که همه چیز ختم شده و افغان تو پاتیده، اونمو توی بیزمالا داشتیم، از همه یک جا، از همه یک جا معامله کرد، از همه هم مگیش. برادر ما امروز میم اگر حقیقت ثبت میکنیم، حقیقت مقامت خراسانی امیر عبیبلای کلکانی اولین شاهی با اقتدار تاجیکا بود که مقتدرانه رزمید و مقتدرانه پیروزی را به دست آورد. درود بر او و روح پاک و بزرگمرد شاه. سلامت باشی فرمانده عزیز، قربانت، تشکر از حضورت. من چرا بخوام بیان بکنم دوستای عزیز، آقای مقاومت خراسانی چرا رئیس پایین انداختم؟ ما یک بحث اکادمیک میخوایم شو. آقای رئیس یک بی سواد است. میش شرم نیست که آقای رئیس بیارن در کنار شیوا ایستاد بکنم و آقای زخم تاریخ چه کتاب خوانده کل تاریخ قرد کرده در کنار از ایستاد بکنم، یا هر چی از تاریخ با متون علی اصلا علی علی یاد نظر علی یاد بگویا علی امی وقاد علی وقاد پون انداختی او پوین که بخاطر بس جمع شو باید به خاطر نه مموری که شو شیدم عرفایش شیدم تا آخر نه تکمیل نشده بود، فکر کنم عرفای تکمیل نشده بود، نه به خاطر من به خاطر من نیم ساعت دیگه بیشتر وقت ندارم اینا، اگه می بود حرفای زیاد به خاطر دیگه دوستان من لایو بود بس نیم ساعت دیگه مسخره بفهمید. ببخشید آقای وقاز مشو داده که لایو علی میگن دعوت کن بالا، نه من کل دوستان آقای رئیس به خاطر بود که او آدم هیچ بس بر گفتن نداشت، نه سواد داره نه دیگه. آقای وقاز حرفای تایید میکنم به خاطر لایو بود نیم ساعت دیگه واسه بکنم، آقای ساشیوا و مقامت دفعه دو منتظر است، میام که حرفاش جمع بکنم باز وقت ملای باد بسته بکنم. زخم تاریخ از سلام احترام به خود بفرمایید. تشکر جناب آقای علی جان و عرض سلام و درود خدمت دوستان که در بحث هستن، انشاءالله سیادمند و سلامت بوده باشین. و اصل نفس بحث آقای علی جان ما نفهمیدیم تا سوای گفتای آقای خراسانی و دوست دیگری ما، بله من از بیگانگان هرگز ننالم که هرچند کرد با من آشنا کرد، پس ما باید اول یخن آشناهای ما رو بگیریم، بعد بیدیم کسانی که با ما در طول تاریخ بر مکتب ما، بر زبان ما، بر تاریخ ما، بر نان ما، بر هویت ما، بر کشور ما تاختن. و اون اگرچه این یک صداقت ما هست که در 20 سال آینده، در 300 سال گذشته ما هم قول برادری و برابری و اعتماد دادیم، اما یکی امروز باده های سیستماتیک شده از زمان تاریخ از آمریکا تا انگلیس در افغانستان سایه می افغانه، این اشتباه ما است که ما هر باری که خنجر می کنیم بازم اعتماد می کنیم. آقای عبدالله از نظر خیشاوندی با پشتون ها خیشاوندی دارن، آقای سالی از نظر خیشاوندی ملی حق نداره بیه بیعت رأی مردم رو بفروشد و از اعتماد مردم سوء استفاده کنند. پس امروز در حاکمیت قانونی مجامع بین المللی یک حق میزان عدالت اجتماعی آقای عبدالله و آقای صالح، آقای یونس قانونی و و و آقای محقق خلیلی، آقای محقق، آقای خلیلی، آقای سرور دانش، آقا اینها باید به جواب ملت رو پس بده. ملت اینا را به عنوان یک بزرگتر، به عنوان یک رهبر، به عنوان یک سیاسی انتخاب کرد که حقشان گرفته شود. قرار نیه که
آقای عبدالله یک میلیون رای بالا بود، ولی بازم بیاید نمیدون رئیس صلح منصوب شود. چرا؟ چون ما رای دادیم که رئیس جمهور شود، حق ما گرفته شود. بنا نبود که در قبال رای یک میلیون اضافه رای بیا 50 میلیون دلار بگیره در کسی شخصی خود بزنه، بیا از اعتماد ما، از رای ما اثر نمیشته ما اعتماد کنن. پس ما بیاییم اول یخنی کسانی که ما به عنوان زبان، به عنوان قوم، به عنوان بزرگ اعتماد کردیم، پس بیای اینها جوابگوی مردم فارسی زبان باشه، بعد ما بریم یخنی پشتون. یخنی پشتون هم خیلی ما از 300 سال پیش ما مدرک داریم در کتابخانه انگلیسی امروزی تا امروز جنایت هایشان، قدامه هایشان در رسانه ها که در تلویزیون و تلویزیون میشینن، اگر کسی افغانیت قبول نکنه با کفش میزن در دانش که 32 دندانش میده شود. یک آدمی تحصیل کرده هیچ وقت اشتباه نمیکنه. اشتباه اولش هیچ انسانی 32 دندان نداره، 30 دندان داره. یک. دو، مگه این خانه افغانستان، مگه خانه بابیت که تو خط کفش دادن مردم میزنی، یا این مردم به سربلست یا مردم نادانه. پس ببینید که جبل تاریخی و استعمار تاریخی اینها را بر حدی با جرأت ساخته که در رسانه ها در خانه خود ملت بدان ملت میزنن. پس نسل نوین امروز باید مقاومت بکنه و ایستادگی بکنه تا یک جوان، یک استاد دانشگاه پشتون جرأت نکنه که بگه آقا من پشتون والی میخوام، کد اول اسلام، کد دوم پشتون والی. پشتون والی داره برای خود داشت، ولی در سرک، در مکتب، در سیاست، در اقتصاد، در جغرافیا تو کلی پشتون والی رو نمیتونی استفاده بکنی. چرا؟ در این جغرافیا همه از هر لحاظ سهم مشترک خود داره. پس او کلی پشتون والی که بودی زمان عبدالرحمن خان، امرالله خان و زاهر خان و نجیب خان بود دیگه، او کد هست شد. من صحبت های ممیجا بکنم آقای علی جان، باز در خدمت شما هستم. تشکر. سلامت باش آقای زخم تاریخ، تشکر میکنم. آقای ساقیوال سلام احترام به خودت. ما همیشه در بعض مسائل همیشه عادلانه برخورد میکنم. ما بزرگای اقوام نقد دارم، ولی تمام کارایش منکر نمیشم. کارای خوبم کرده، اشتباهم کرده. یک وقت با دکتر نجیب احترام داشتم، دروغ نمیگم، ولی نقد زیادم داشتم. اما این میال مو احترام از بین رفته. چرا؟ به خاطر که طرفدارای دکتر نجیب همیشه میان بسیار وحشتناک تاختاز میکنه، توهین میکنه، تاخیر میکنه، و همون رقم مصاحبه‌ای که از دوستای بسیار نزدیک مانند آقای مزدک وقتی میشنوم، بله همیشه دکتر نجیب قهرمان میگیم. این چه قهرمان بود که مین همه شما سوی با مزایر را توهین میکنین، اما نجیب را قهرمان میگیم که در زمان رئیس خاد که بود تمام وطندارای ما را از تمام اقوام گرفتن زنده به گور کردن، حداقل مزاری و مسعود زنده به گور نکرد، اجساد متو دستجمی را جور نکرد یا قبرای دستجمی را جور نکرد. و او بحث فرار میگن که تا آخر سال شد فرار کرد، حتی پلان ساعت 2 بجه روز بود، واسه پلان خودش تغییر میتک که دیگه دوستاش خبر نشه، مانش نشه، ساعت 2 بجه شب حتی او را تغییر میتک و خیلی مسائل دیگه. اینال بیایم روی این مسائل، چرا ما بمیت یک وضعیت روبرو شدیم؟ علی یک دخالت بخشی که افت اگمشا فراری که میکرد این همی کار تیوری را او زمان فرار میکرد که گلبودین وارد هر شود، گلبودین غزه است، میخواد خدا به گلبودین بتا همی کار نتونست. 35 سال بعد 40 سال بعد غنی احمزه می کار کرد که به شبکه خان تسلیم کرد، این همون کار کپی کرد. با بخشی که افت قد کردم. سلامت باشه آقای ساقیوال، سوال اینه میست که چرا ما به این روز روبرو شدیم؟ ما که درست سایت درست ندارم آقای ساقیوال. درست شد علی؟ بله دقیقا. سلام و احترامات به آقای شیوا مقاومت و زخم تاریخ و به خودتان علی جان قند. افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده است که از اول هم تو یک مسئله چیزی که ما مثلا کثیر اقوام هستیم، مثلا ملت های زیاد در افغانستان از تاجک، پشتون و هزاره و ازبک و همه، و چی که بود بخاطر یک گپ دیگه هم هست که به نظر خود ما یک ملت نیستیم که ما قبول بکنیم، مثلا کل ما قبول کنیم که ما افغان هستیم. بخاطر که این نمیجه در ملایف ششتیم، آقای شیوا یک نظر داره درباره ملت، مقامات خراسانی دیگه نظر داره، زخم تاریخ دیگه. اگر ما و شما یک ملت شویم یا یک ملت قبول کنیم به نام افغان، انشاءالله این مسئله حل میشه، کل جنجال ها مشکلات حل میشه.
مشکلات در مرگ باره ملت افغان آقای ساقیوال قبول بکنم، خودت قبول داری که زبان رسمی دیگه پشتو نباشه، فارسی باشه؟ ما تقریبا زبان رسمی نه، زبان ملی، زبان ملی. ما تقریبا 20 سال ما خودم یک پشتو ما تقریبا 20 سال ما خودم یک پشتو زبان هستم و اصلا فی اول تا پانتون و ما مکمل کلش فارسی قبولاندیم، قبول کردیم و درس خواندیم. خو این می یک چی میکنه نشان میده که یک زبان رسمی است فارسی، به خاطر اینکه ما یک زبان رسمی است، یک زبان ملی. زبان رسمی زبان ازبکی های موقع پشه اینا هم از زبان رسمی، ولی زبان ملی دو تا داریم تا فعلا متاسفانه، یک پشتو یک دری، و اکثریت قطعی پشتو زبان ها بالای 80 درصدشون میتونه علی دیگه. تو چرا دری میگی فارسی از دیگه؟ فارسی خیر بونگ دری بگم که می یکم این وقت خیر امیر اجازه بده دری فارسی مو تو میفهم کی اکی زمه توسی نرو گپ رو کراب بگو فارسی زبان من میرم میگم رو کراس گپ میزنم. آقای صافی 80 درصد پشتون ها با می زبان فارسی یا دری هر چی میگن راحت حرف میزنن، بسیار قشنگ تکلم میکنن، میفهمن و شام کردن نویسنده قهارم دمی از داشتن. مثال شما آقای حبیبی، آقای غبار میگه کلش به فارسی یا به دری نوشته کده می کتاب تاریخه. اینا اکثریت 90 درصد فارسی زبان ها نمیفهمم پشتو را، نه نوشته کردم میتونم، نه خوانده میتونم، نمیفهمم. میال خود اگر پشتو صحبت بکنی من واقعا گفتم میتونم 50 درصد گپای تو میفهمم، 50 درصد نمیفهمم، هیچ با تو تکلم کردم میتونم، آقای شیوا رو نمیفهمم، آقای مقاومت رو، زخم تاریخ رو نمیفهمم. اینا اگر من همه هویت ملی به نام افغان قبول بکنم، پشتون ها آماده است که زبان رسمی و زبان ملی به نام فارسی را قبول بکنم و پشتو را قبول نکنم؟ برادر اینمی سعی که خود ما که یک وقت در مکتب بودیم در صنف که ما مضمون پشتو داشتیم، امی هم صنفی های ما امی قدر میکرد که در ممتحان پشتو امی قیاد میگرفت که در ممتحان کامیاب شوه. ما که در وقت ما پرسار میکردم که برادر شما باید مثلا پشتو را یاد بگیریم خوب صحیح، مثلا ما کم و تم فارسی گفت زده میتونیم، شما باید امی رقم گفت بزنیم به خاطر که ضرورت است. یا این مشکل خود یک شخص است که او نمیخواد که یک زبان یاد بگیره. به نظرم خود من اینم یکای مقامات خراسانی رو من از بسیار زیاد وقت تعقیب میکنم، دالان زندگی میکنه، من خودم در بلژیک هستم، ما اینجا مجبور میشیم که اینمی زبان هلندی رو یاد بگیریم به خاطر آقای ساقیوال یک مجبوریت هست که اگر بس مجبوریت باشه خب باید ازبکی رو مجبوریات بگیریم به خاطر که امروز چه رقم گپ بزنیم. امیر یک فرصت دارم آقای ساقیوال، بخشید امیر با عرش ببخشید، من شگیوال است، شگیوال ها شگی اما شگی من نگفتم، گفتم اگر اگنه شگی می خاطرمش، اما ساقی گفتم به خاطر که نه ساقی نیستم، شگیوال بگوین تشکر. شگی آقای شگی باز دوباره هم تشکر. شگی چی معنا ببخشید من نمیفهم ساقی میفهمم شگی نه. به هر آقای شگیوال عزیز من همسایت هستم، اما علی که میگه زبان فارسی، اولش که تو چطور خودت از نگاه ایمانی و وجدانی که اشاره میکنی، تو میگی ما در بجیم هستم با زبان آلندی که بجیم اما یک تقریبا درجه دارم یک کسا، و خودت در جغرافیه که آمدی بنام تاریخی بنام خراسان اینجا زبان بوده که زادگاه زبان فارسی در بلخ هسته، اینم یک زبان بوده که آمده شما یک تبیز دیگه. مثال میگم بر احترام به خود دارم، شطور امروی خیمه، شطور خیمه از تاجیک نیست، شطور خیمه از ازبک نیست، احترام دارم برات، اما با همین شطور خیمه که از پیش کوی سلیمان آمده در این جغرافیا، در این خراسان که حالا که افغانستان شده، این میشه زبان بوده، مثل که تو در بلژیم هستی زبان هست، این زبان که ساختی این خود میلیون نیست، و چطور نامی که افغان تو هستی، گپ کوتاه میخوام متوجه باش، میگم که تو میگی افغان تو هستی زبان پشتوس، چطور تو میخوای تاجیک نه همه میگن تاجیک باش، افغان خود پشتون است، زبان پشتوس اومد افغان، تو چطور میخوای که ازارم افغان شوه، تاجیکم ازبکم بلوچم قزلباشم ایماقم نورستانیام پشهیام کله کی بیا افغان شوه، اینی میخواد که نه پاکستانی یا افغان است، حتی لرا بر میگه افغان، منظور پشتون میگه افغان، علی وزیری میگه افغان، اما سعی کو احمد جای مسعود که میگی، امیر بلای کلکانی میگی، صابر هاین بابا بازاری شهید، تمام بزرگان 20 سال میگن، 20 سال میگم نمی 20 سال نمی 20 سال کلگیش خود افغان میگفتن، اما بجرم چی ولا کشته، بجرم چی، بجرم تاجیک بودن، استاد برهان ربانی را بجرم تاجیک دورای زنجیری، حتی در علمان، در قندهار، در نیمروز کشتارگاه درست کرده برای بچه تاجیک، برای بچه هزاره، بچه ازبک، اما کشتارگاه را غنی انتقال داد در کجا؟ در دندغوری.
کشتارگاه درست کرده بودی؟ حالا میگه افغان ما رو به جرم تاجیک، اوه خود افغان رو میگفتن، مگر اوه یک جرم داشتن، به جرم تاجیک، به جرم هزاره، به جرم ازبک. حتی مارشال دوستم یگانه کسی بوده که از این توطیه سالم برآمده بیرون. مارشال دوستم کسی بوده که سالم برآمد که در قیصری میخواست ترورش کنه. حنیف ادمر میخواست که با شبکه خودش خلقیا به خاطر عقده نجیب داشتن انتقام نجیب رو بگیره. حنیف ادمر کنی احمدی خان سایکو گپ ما باز کنه جواب بده گپ تمش همین کارو باز گوش کن گپ دگ میکنم دگ میشم همین کارو میخواست یگانه کسی بود که مارشال سالم برآمد او را پروند روز کرده که رفت سه سال در ترکیه تعبیه شد. اما تو میگی افغان افغان برادر قوم شخ قوم تاسه زبان پاشو ما افغان هستم علی هزاره چرا تو من مثلا تعبیر میکنی چرا دلیل چی است شگیوال بفرمایید ادامه بتین سایکو خو مقامات عزیز امی قهرمان ملی احمد شاه مسعود امیر کی این جهاد شروع کردنی اولین مجاهدینش کی بود کی بود خودت معلومات داری اینا خب باز گپ دیگه تر امیر بود امیر نمی برم برادر تمامم با گپت میام کی بود این می جهاد که شروع کرد آقای مقامت یک دقیقه آقای شگیوال عزیز سل کن خود بینون یک پشتون نسی اعزاز هویت تباری مرا به یک عنوان یک فرد افغانستان دیگه شما خال افغانه دقیقا فرد افغانستان خودت مرز دیورند چی فکر میکنی رسمی یا نیست برادر عزیز من خودم شخصا امی مرز دیورند که از ایر ما هیچ برسمیت نمیشنستم بخاطر چی؟ امیر بگذارم خانه کواد سل کن مرا میگه افغان باشن من افغان باشم درست ما تو یک تعامل میکن توافق میکن من میگم من افغان باشم تو یک مثلا مرز رسمی است دیوران دیگه پاکستانی و طرف پشتون هر چی است هزاره است مرد پاکستان به ما ربط نداره یک امی پاکستان هزاره داره یک زبان باید باشه که ما بتونیم تکلم بکنیم بفهمیم میتونیم قرارداد برای هزاره و تاجیک و دیگه اقوام امضا بکنیم کدام قرارداد مثلا مطلب من نفهمیدم امیال استاشیوا افغان است یا نه خصوصا شیوا خب بهم اعلان میکنه هزار بار گفته که من افغان نیستم یعنی افغان تنها مربوط پشتون میشه دیگه خودش هیچ وقت نمیشه برادر قن شما سعی که خود مطلب مرا نفهمیدین مرا مقاومت نمان که من برای جواب بدم برادر قن ما شما که بودی گپا 20 سال پیش و 30 سال پیش نبود ایدین 20 سال اینو میگه پا آمد که تو افغان هستی ما افغان نیستم افغانیت خو در این وقت اشرف غنیم که اینو مسئله را مسئله تذکره که آمد در پارلمان کسی قبول کرد نه اون خو شما کلتن شاید هستین از او پیش کلگ افغان بود نه قبل از 30 سال بله در وقت اینو ظاهر شاه چی بود افغان طول چی مون آقای دوست همین افغان طول که بخاطر چاپ شد افغان طول نه بخاطر چی سای که خوی گپای که هست ما گپای مرا گوش بگی این امیدمی کابل هنه از امیدمی 100% این آقای شیوا شاید است 95% مکتبا که هست کلش به زبان فارسی است کدام روز کدام افغان پشتو زبان تو دیدی که بخیزه یک اعتراض کنه که چرا ما یعنی از آقای دوست عزیز فاروق وردک این زمان ترزی زمان زارشا زمان داود قویداد وزه کرد فاروق ورده ایده که 20 سال پیش نمیگه 20 سال پیش او برادر مده می کنید آمد امتیار پشتور اجباری ساخت اما نتانستن میخواست که بچه ازاره وزبک مقامت یزیز پشتو معروش و مشتور رو تو را به می خدا قسم که دیده می سال برای من نوبت بدین چون من رونده است آقای شیوا خیر است من یک دو دقیقه گپ می زنم یک دو سوال از این مقامت دارم نه دیالوگتان زیاد شد آقای شیوا ما یک نقطه اشاره بکنم آقای شگیوال فقط یک دقیقه لطفا نکویت جمعاتی بکنم من دو سوال از این آقای مقامت دارم تو را به خدا قسم که تو دمی 20 سال دمی افغانستان رفتی خودت یک 15 سال میشه برآمده خب برآمدی خب نرفتی یعنی 2010 برآمدی نه نرفتی لطفا دیالوگ نکنید که دوستا زیاد منتظر نمیخوایم باشه به خاطر اینزمی ما برات میگم برادر ما شما بودیم یک ملت بودیم دما با اینا می گپا اومد علی خراسانی قبول نداره افغانیت آقای شیوا قبول نداره زخم تاریخ دیگه چیز میگه این نمی گپا را اگه شما گم کنیم ما اگه یک ملت بودیم گپ آخرم اگه یک ملت بودیم چرا تاجیک درجه دو در ازبک از وارد اولش پشتون باشه بعد تاجیک از وارد چرا انتخابات تقلب بدید برادر ما یک مثال زنده است ما 20 سال تحصیل کردیم به زمان فارسی تو برای ما که اگر به خاطر فایده تو کار میکنی به زمان فارسی تحصیل کردیم من بیوتا علم فارسی علی یعنی از گپ آخرم
تو به زبان فارسی علم آموزی، کامپیوتر، علم تحقیق، علم فاری، به زبان خود به زبان پشتو چیز نیست. به زبان پشتو من به زبان خودت احترام داشتم که من یک چیز نه نه احترام داری. به زبان فارسی تو کامپیوتر می آموزی، علم تحقیق می کنی. تشکر میکنم از خودت آقای شیوار، وقتتون مختار رفتنی است. من 10 دقیقه مردم علی مردم مردا نکنید. به زبان فارسی شما تاثیر میکنید، تعلیم میکنید به زبان فارسی. برادر قن ما سعی کنم یک مثال دیگه برات میگم. به زبان هلندی تاثیر میکنه آقای مقام. نه مطلب میگه اوجه کابل میگه کابل میگه کابل مدخوند کابل میگه. یک دقیقه، من در پلی‌تکنیک محصل بودم، استاد ما پشتو زبان بود، محصلینش پشتو زبان بود. ما چپتر روسی را به فارسی ترجمه میکرد، بر ما میآورد، بر ما که مشکل بود. ببین گوش دوست عزیز، امیر خما بالا تعمیل کنه، مگر پشتونو زبان پشتو را بالا دیگه تعمیل میکنه. ما تو بازو تعمیل کنیم بالا بازو پشتو ما تو نگفتم فارسی که سلامت باشه. از اردی تشکر بگذارم که آقای شیوا حرف خدا بزنه. آقای شیوا ما بالا تو زبان فارسی تعمیل کنه، تو بالا می تعمیل کنی پشتو را، تو بازو ما تو نگفتم بازو بیا فارسی. آقای شیوا میفهمه مسائل تو برات میگه. تشکر بکنم شکل آقای شیوا، سلام میترم بخواد فرمایید. سلام، ببینین دوست گرامی، آقای شگیوال و آقای مقاومت خراسانی، من یک چند تو چی دارم، پیشنهاد گونه دارم که اگر باز نوبتشان جواب بتن خوب میشه. ببین آقای شگیوال، خودت میگه که ما چرا در زبان فارسی درس خواندیم. وقتی که محمود طرزی، کسی که اولین بار در یک مقاله زیر عنوان زبان و اهمیت آن، زبان پشتو را به نام زبان افغانی معرفی میکنه و میگه که در زبان افغانی ما تا حد زبان کامل و پخته نیست که ما بتونیم جایگزین زبان فارسی بسازیم، یعنی که در طول زمانه ها این گپ ثابت بوده. تمام کسایی که در راستای گسترش ساحه تکلم زبان پشتو تلاش کردن در طول سالیان متمادی، همشان در این باور بودن که ما زبان پشتو را باید زبان بدیل فارسی بسازیم، ولی هم مگیشان در این نقطه هم رسیده بودن که زبان ناتکمیل است، یعنی که زبان کامل نیست و نمیتونیم که ما چی کنیم، جایگزین از او کنیم. ببینید ما اگر بگویم که خودت میگی که یک مجبوریت است که باید زبان پشتو را یاد بگیرن، وقتی که زبان ما یک زبان کامل باشه، زبان ما زبان علم، زبان شعر، ادبیات، فلسفه، علم ساینس، زبان تکنولوژی، زبان علوم متداول روزگار بوده باشه، من چطور میتونم که این زبان بانم برم زبان پشتو فرا بگیرم؟ داره که در مسیر جنوبی سالها گذر منشه که من برم در اونجا با باشندگانش پشتو گپ بزنم و در درون جغرافی های هم که زندگی میکنم، تا کابل و تا لوگر و تا اینجا، من راحت فارسی زبان های مخاطب داشته باشم. ببین دوست گرامی، خودت میگی که اگر رویت افغان قبول کنن دیگه مشکل تمام است. اینمی هویت افغان اصلا مشکل ساز است. تا هنوز وقتی که من میگم افغان نیستم، مقاومت خراسانی میگه افغان نیستم، یا آقای علی میگه افغان نیستم، امینا اصلا گپ امروز نمیزنن. خودت زمان ظاهرشاه رو میگی، در زمان ظاهرشاه ما در شناسنامه ها قطعا به نام افغان چیزی نداریم و خود ظاهرشاه هم خود افغانستانی میگفت، نمیگفت من افغان هستم. و به می شکل ده ها مورد دیگه. خودت میگی در مکتب هم صنفی هاییم به خاطر تنها مشروط نماندن در مکتب در امتحان زبان پشتو را یاد میگرفتن، ولی نمیخواستن دیگه که درست بیاموزن، هر قدر که من میگفتم برشان. یعنی که گرایش و علاقه فطری در رابطه با فراگیری زبان پشتو وجود نداشته. اینمی تحمیلی که بار بار از طرف حکومت های روزگار صورت گرفته، حتی در زمان ظاهرشاه کورس های از 3 ماهه تا 6 ماهه و تا 1 ساله و 3 ساله
ایجاد شد که باید اشت جبری زبان پشتو را فرا بگیرن. ببین وقتی که اگر شما تمامیت خواهی ندارین، اگر شما نمیخواین کشور را در حلق قومتان فرو ببرین، چی نیاز دارین که پشتو سازی و افغانیزه سازی را دامن میزنین و همیشه میگین که افغان تو قبول کو زبان پشتو را یاد بگی؟ آقا شیوا ببخشید، آقا شیوا دلیل چی است فقط همی واجه افغان میگنیستیم بجز همی قوم پشتون دیگر و کلیشان بجز دیمی مردم نه داره کار میشه نه ازبک نه تاجیک فقط پشتون کار میشه. من تاسف میکنم که بچهای افغان همیشه در بحثا حرف خودشان رو میزنن باز میگریزن، استاد نمیشن که امرایشان گپ بزنی یا آنچه را که او تو میخوای او جواب بده او میخوای تو جواب بدی. وقتی که ما میبینیم از 1893 تا 1900 میلادی امیر عبدالرحمن غدار جنایتکار 63% مردم هزاره را قتل عام میکنه، این چی رقم یک ملت بوده که یه بچه افغان ادعا میکنه که ما قبلا نکل ما یک ملت بودیم. وقتی که از 13 شمسی تا 13-11 شمسی محمد گل مومن و دستور قادر قدار مردم تاجیک تبار کاپیسا و پروانه ستم ملی میکنه و میکشه و میدره و میخوره، ما چی رقم یک ملت بودیم؟ در کدام زمان ما یک ملت بودیم؟ وقتی که جو بایدن میایه میگه که افغانستان هیچ گاهی دارای یک ملت واحد نبوده، او آدم ها مطالعات عمیق در مورد دارن که میگن دیگه گپ هوایی نمیزنن. یا وقتی که پوتین میایه میگه که 43% افغانستان فارسی زبان هاست یا تاجیک هاست، این خب هوایی نمیگه دیگه، همگی از اینا مطالعه دارن. توی افغان هستی که پرده طور مثال اینمی تعصب دادم چشم تفتیده کور کدید، فقط می دمی تاریکی مش زده میری میگه من افغان هستم، من افغان هستم، من افغان هستم. آقاله دیگه سالای گذشته نیست که هر کس اینمی هویت آگاهانه یا ناآگاهانه قبول کنن. آقاله هم اگه میفهمه که افغان یعنی یک جمع که در زبان پشتو تکلم میکنن و اوسون دیورندم گویندگان پشتو، اما اگهشان یک قوم است به نام افغان، تو که صد که بگویی که من او طرف پشتونا طور مثال جداست، افغان ها جداست، اصلا نوگم نیست دیگه. افغان نام سابقه یا نام دومت، پشتون نام امروزت، نینمی بالاخره پشتون یعنی آقا شیوا نویسنده هم هست، شعر هم هست، امی رو باید اصلاح کنی همیشه زبانشان پشتوست، قبولشان افغان هست. همین مصاحبه آقای فرید مزدکه که خودت بیشتر یادآور شدی، یعنی اینقدر یک مصاحبه فراگیر و همه جانبه و عادلانه هست، به خدا من با همین زیبایی مصاحبه را اصلا از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان از هیچ کس نشنیده بودم. همین آدم با وجودی که بسیار مسائل را در نظر میگیره، مثلا نجیبه اگر بد میگه که برادرش یا خانم برادرش در مورد از او حتی خشونت های در اون خانوادگی چی میگه نه اونا کتاب رها در باد اونا میگه افراد میکنن در این مورد، میگن نجیب مدیر مدبر بود، نجیب یک آدم چی بود، نجیب چی بود. اما ایش هم یاد میکنه که میگن نجیب دو پکیج داشت که پکیج حکومت نادرخانی و حکومت عبدالرحمن خانی، و میگه که اصلا حال ما و تو وقتی که میگیم که ما اصلا متعصب نیستیم، ما در برابر کنش افغان واکنش نشان میدیم، ما متعصب نیستیم، ما عمل افغانیزم که در طول زمانه ها در حق ما روا داشتن ما عکس العمل نشان میدیم، عکس العمل ما بر از اینا تعصب است. اما گفتن اینی شعاری که از بابا هاشون میراث مونده که تاجیک تاجیکستان بره، ازبک ازبکستان بره، هزاره فلان جای بره، یعنی اینا این تعصب نیست، از اینا هیچ چیزیشان حساب نیست، هیچ گناهشان حساب نیست. ولی از ما که گفتیم که من تاجیک هستم، یک بار دست افغان می دروی دهن میمانه مگه چوب قومگرایی نکو، نام قومت نگی دیگه، خودش چی میگه؟ این وطن وطن پختناست، این وطن وطن دا وطن میگه ده اصلی بچیان ده پختنه بچیان ده. همی غنی چی گفت آقای غنی با احمد ولی محسود چی گفت؟ غنی با احمد ولی محسود چی گفت؟ ببین آقا علی گرامی، ما باید اینمی شعور پیدا کرده باشیم، اینمی خانه تکانی ذهنی کلا کرده باشیم، شعور سیاسی ما را
ما سیقل و پالایش داده باشیم امروز که ما دیگر نه اوغان هستیم، نه افغان هستیم، نه پشتون هستیم، نه پتان هستیم. ما خراسانی هستیم، آریایی هستیم، فارسی گو هستیم، ما تاجیک هستیم، مزاره هستیم، ازبک هستیم. سلام باشه آقای شیوای عزیز، وقتی در شعور نرسیم دیگر که اصلا خر باید در شعور ما در منطق ما بخنده. سلام علی تو آقای شیوا، علی تو بداشو علی زبان رو بخونید. من پایان میرم دوستا عزیز، لایف خوش براتون میخوام. من معذرت میخوام که بحث زیاد دامن نمیتونم، بسیار وقت دارم از آقای مارشال خواهرتون میشنوم کوتاه و حتما لایو های بعدی از شما بیشتر بسار بیشتر وقت میمونیم سر. آقای مارشال سلام برسه خدمت خودت از مقاومت عزیز. آقای وکیلی خوش آمدید، دیر وقت بود دیدم، خوش آمدید قربانت. امی آقای شغیر یک دو دقیقه بیار بالا، خیر هر وقت که ما رفتیم ما برم بخاطر نمیتونم، من باید لایو بسته بکنم، هیچ کس رو بالا نمیتونم. خیر دپاون هست، دپاون میشنوه اگه باشه. نه 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 دپاون میشنوه آقای مارشال، اگر حرف دارید آقای شغیر، من یک حرفایی که گفتیم اینال گوش بگیر. شما فرمودین که اگر کلگی ما افغان باشیم مشکل حل میشه. پیش از سقوط جمهوریت کی رو دیده بودی؟ کی رو شنیده بودی که بگوی ما افغان نیستیم؟ نه از بزرگان، نه از شهروندا. در دورانی که من شخصا خودم از کجا به باور رسیدیم که ما افغان نیستم؟ توسط آقای اسماعیلیون، توسط آقای